به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 167 مضمون ریاضی سنف دهم. ده در این درس یک مبحث نو را میخوانیم که بارت از واریانس میباشد یا واریانس که در حقیقت واریانس تغییر را بر ما شما نشان میته یا بگیم در مجموع پراکندگی را بر ما شما نشان میته که به چی اندازه ارقام را که ما شما داریم اینا دارای پراکندگی هستند و با اصطلاح تغییرات در بینشان زیاد هست یا بگیم تغییراتشان زیاد میباشد پس برای ترتیب ما و شما در مبحث واریانس ابتدا یک موضوع در کتاب آورده که را گفته که چگونه با اصطلاح میشه ما و شما تغییرات را یا بگیم با اصطلاح تحولات را در نظر داشته باشیم گفته اگر شما شنا را خوب بلد نباشید و بخواهید در یک حوزی که امکان در بسیاری نقاط آن یکسان نیست آب بازی نمایید برای اینکه اطمینان حاصل کنید در وقت شنا در خطر نخواهید بود چه اطلاعات لازم دارید طبعا در خصوص عمق آب در قسمت های مختلف حوز هست یعنی ما شما میشه اگر شنا رو بلد نباشیم انتدا باید تثبیت کنیم که کدام قسمت های حوز زیاد عمیق است کدام قسمت هاش بلند است بعدی تغییر عمق به چی اندازه هست که همون قسمت که عمیق هست باز در قسمت آب بازی نکنیم که یکبار غرق نشیم یا به اصطلاح به مشکلی بر نخوریم معمولا هم عمق اوز به همین ترتیب به اصطلاح جور میشه یعنی یک قسمتش بسیار عمق کم داره که یک نفر اگر استاد شوه هم دیگه به اصطلاح در بین آب با یک ارتفاع مثلا یک متر یا یک متر و سی سانتی یا پینجا سانتی عمق داره که خیلی زیاد به اصطلاح غرق نمیسازه کسی را بعد عمق دومش بر کسایی است که یک حد یا بگم به اندازه مطمئن هست و بعد میشه غرق نشه و بعد میتاره بسیار زود خود در عمق کم هم برسانه اما عمق سومش برای کسایی است که بازی خوب بلد هستند و پس به با اونجا باز به با مشکل غرق شدن نفر به اصطلاح فکر نمیکنه یا بگیم کسی که بازی میکنه اصلا ترس از غرق شدن نداره که میتونه بازداری عمق به اصطلاح آب بازی بکنه اما بحثی که وجود داره این تغییرات چی گونه هستن و این تغییرات چطور به اصطلاح باید مطالعه شود مبحث وریانس این موضوع را پوشش می که با شما در خصوصش آل می خانیم که چی گپایی وجود دارد. یک فعالیت در ابتدا داریم گفته اگر در یک حوض آب بازی یک ساحه آن 1.5 متر و ساحه دیگر آن 2.5 متر عمق داشته باشد ساحه یک یک صاحی اولش یا متر ساحه دومش دونیم متر متر عمق داره اگرچه در اینجا فقط اردویش ارقام هست ولی در عمق یک متری مشخص است که از غرق نمیشه اما در عمق دو متری از سطح به اصطلاح قد اکثر ما شما کرده بلندتر میشه حداقل به اندازه 50 سانتی یا 70 سانتی یا 60 سانتی میتونه بلندتر باشه و یا هم بیشتر پس به اون ترتیب ما شما در اون قسمت میتونیم غرق شویم پس برای ما شما عمق 1.5 متر و عمق 2.5 متر در آب یا بگیم در داخل حوز از همدیگر خیلی زیاد فرق دارد در حالی که در قسمت اعداد هر فقط یک عدد هستند اوسط عمق این دو ساحه حوز را دریافت کنید خوب مشخص است اوسط بین یک و نیم دو متر هست مربع های انحراف دو دیتا را از اوسط حسابی تعیین کنید که مربع های انحراف یعنی هر دوش مربع می سازیم بعد از هم دیگر با اصطلاح تفریق می کنیم که در امروز ما در قدمی موضوع است مجموعی مربع های انحراف دو دیتا را به دست آورید مجموعی مربع ها را یعنی مربع ساخته و بعد مجموعه شما دریافت می کنیم پس به این ترتیب میشه ما شما از این رابطه استفاده کنیم مجموعی دیتای فوق را بر تعداد اعضای مجموعی آن تقسیم کنید هر قدر دیتایی که داریم تقسیم تعداد دیتا بکنیم در قدم ما اوسط را که شما از قبل خوانده بودیم به ترتیب میشه دریافت شد در اینجا گفته برای محاسبه واریانس دیتای x1 x2 تا به xn مراحل زیر را در نظر بگیرید اوسط دیتا را دریافت کنید بعد گفته مجموعه مربع انحراف را دریافت کنید که این مجموعه مربع انحراف را که ما شما داشتیم در این صورت ما شما وقت تقسیم این بکنیم یا تقسیم تعداد دیتا بکنیم برای ما و شما چی رو نشان میده برای ما و شما وریانس را به اصطلاح مشخص نشده که در اینجا اسم ربه را به نام وریانس یاد میکند وریانس عبارت از اوسط جذر مربع انحراف از اوسط است بیاین که ما و شما این فرمول را یا بگیم امی روش را پیش بریم تا فرمول مورد نظر خود را دریافت کنیم بعد به این ترتیب بعد باز باز فرمول بتانیم استفاده کنیم اول ببینین اگر ما شما یک جای بخوایم اوسط دیتا را دریافت کنیم اوسط را با این زبر کوچک دی بالا ماندیم البته زبر نیست یک خط افقی کوچک به اندازه کلی امو حرفی است که ما شما نوشته کردیم زبر در حالی که یک و یک چیز در بالای به با اصطلاح حرف ما شما یک اشاره رو میگذاریم در اینجا ما و شما ارقام را گونه داریم آی از یک تا به این x i تقسیم n به چی معنا به این معنا که ما و شما ارقام را که داریم کلش با هم دیگر جمع میکنیم یه علامه سیگما یا مجموعه هست بعد از این کلشان با هم دیگر جمع کردیم تقسیم تعداد ارقام خود انجام میتیم مثل که مثلا در مثال های قبلی بعض وقتا ما و شما ارقام را یازده تا داشتیم بعض وقتا سیزده تا داشتیم این n نشانده این دیگه تعداد یازده تا و سیزده تا هست مجموعه مربع های انحراف را چطور میشه ما شما دریافت کنیم اگر ما آی را از یک تا به این داشته باشیم بعد این نشان دهنده مجموع هست که ما و شما از یک تا به این را حالا اینش تعدادش هر قدر که باشه میشه توسط رابطه دریافت کنیم پس به این ترتیب x آی منفی x متوسط کل مربع این مجموعه مربه های انحراف هستند که به این ترتیب ما و شما وقتی را به صورت جداگانه نوشته کنیم به این ترتیب میشه که x1 جمع x متوسط کل مربع جمع x2 جمع x البته در اینجا از ما و شما چون تفریقش خواسته این علامه ها را باید منفی داشته باشیم می در فرمول ما تفریقش داشتیم پس x2 منفی x متوسط کل مربع با جمع بالاخره تا به با x این منفی x متوسط کل مربع خود x متوسط را یا اوسط را از کجا دریافت نکردیم از این رابطه دریافت نکردیم که قبلا ما شما در موردش خوانده بودیم اگر ما و شما در این رابطه چی تغییرات به وجود بیاریم به عوض این قیمت با اصطلاح مجموعه عادی ارقام خود ما و شما مجموعه انحراف ها را داشته باشیم بعد تقسیم تعدادش بکنیم برای ما و شما قیمت وریانس دریافت میشه یعنی اس مربع ما و شما مساوی هست به مجموعه آی از یک تا به این ایکس آی منفی اکس متوسط کل مربع تقسیم چی باید باشه؟ تقسیم n باید باشه ای برای مو شما چی رو نشان میده؟ برای مو شما واریانس رو نشان میده. پس یکی از فرمول های دریافت واریانس همین فرمولی است که ما شما حال داشتیم یا بگیم همین فرمولی است که حال شما دریافت کردیم که در اینجا بر شما رهنمایی کردم گفته اس مربع در اینجا نشان دهنده واریانس هست یا را مربع مربر به نام واریانس یاد میکنن واریانس عبارت از اوسط جزر مربی انحراف ها از اوسط او است یعنی چی؟ از اوسط است به اصطلاح ما و شما واریانس را در وقت دریافت میکنیم جزر مربی انحراف ها را به دست بیاریم بعد به می ترتیب و تقسیم تعدادش بکنیم که اوسط جزر مربع انحراف است اوسط است که به این ترتیب قیمت واریانس دریافت میشه عالی در اینجا بر ما شما یک نکته دیگر هم به اصطلاح معرفی کرده گفتم میشه بر علاوه ای که از این فرمول بر دریافت واریانس استفاده میکنیم میشه از این فرمول دیگه هم استفاده کنیم این فرمول ما چی است اس مربع مساوی است به مجموعه به اصطلاح آی از یک تا به این در اینجا x آی را ما و شما مربع داریم بعد تقسیم این منفی x متوسط مربع ای دو تا فرمول هر دویشان نشان دهنده فرمولی چی هستند واریانس هستند میشه ترتیب انحراف ها را شما به این ترتیب داشته باشیم میشه هم ترتیب انحراف ها را به این ترتیبی که در فرمول پایین داریم داشته باشیم برای اینکه بتانیم فرمول پایین را ما شما دریافت کنیم چطور میشه عمل بکنیم تا این فرمولی که در پایین ما شما داریم این فرمول را حاصل کرده بتانیم یا بگیم دریافت کرده بتانیم اول بحثی که داریم میایم در اینجا اوسط را تعریف میکنیم میگم اوسط مساوی است به آی از یک تا به این اکس آی را ما و شما داریم و این تقسیم چی است؟ تقسیم n هست اگر یک کم تغییرات در اینجا بیاریم ما و شما میشه به این ترتیب نشته کنیم که اکس n ما و شما یا بگویم اوسط مجموعی از یک تا به n x i مساوی است به n ضرب در x متوسط که به این ترتیب با شما میشه داشته باشیم پس این تغییر را ما شما آوردیم در اینجا وقتی این تغییر را آوردیم میشه چی تحولاتی در اینجا داشته باشیم که در کتاب شما هم در توضیح داده ببینید ما فعلا متوسط را یا دریافت قیمت اوسط را داریم بعد به این ترتیب تغییرات را رویش آوردیم بعد این قیمت اوسط را ما شما با اصطلاح میتونیم گونه تغییرات رویش بیاریم میشه قیمت وریانس خود در نظر بگیریم از فرمول وریانس بعد تغییرات روش بیاریم ببینیم که چگونه با فرمول دوم ما و شما میرسیم یا بگیم چگونه فرمول دوم را میتونیم دریافت کنیم فرمول وریانس با چی بود؟ اسم مربع مسایس آی از یک تا به این اکسی آی منفی متوسط کل مربع تقسیم چی است؟ تقسیم این است پس به این ترتیب اسم مربع مساوی است به مجموع آی از یک تا به n به ترتیب x آی منفی اکس متوسط کل مربع تقسیم چی هست؟ تقسیم این هست که در اینجا برای ما و شما این نشان م... چی است؟ نشان دهنده از این هست که ما در اینجا البته قیمت را که داریم میشه ای تغییر را رویش بیاریم آی از یک تا به این در اینجا ما یک مجموعی مربعات را داریم یا یک مربع کامل را در اینجا داریم اینی که در مخرج سال خودش باشد پس به این ترتیب x آی مربع میشه منفی دو ضرب x آی ضرب x متوسط جمع x متوسط مربع به این ترتیب ما شما این داریم یا بگیم به این شکلی فرمول ما شما میتونیم نشته تغییر از اینا را ای منفی بی کل مربع است میشه ای مربع منفی دوی بی مثبت بی مربع که به این ترتیب ما شما تنظیمش کردیم خب آلی میشه اینا رو ما شما به صورت جداگانه نشته کنیم پس اسم مربع ما مساوی با چی است مجموع آی از یک تا به x i مربع تقسیم چی است تقسیم n منفی به این ترتیب باز هم مجموعه البته میشه در اینجا ما و شما قیمت چی را در نظر بگیریم قیمت دو x را میشه ما و شما در ابتدا در نظر بگیریم و در اینجا هم میشه آی از یک تا به n را در نظر بگیریم x متوسط را البته اینجا دو x i ما و شما داریم تقسیم چی باید باشه تقسیم این ما شما داریم که در این قسمت وقت ما شما قیمت به اصطلاح در حقیقت دو اکس متوسط را در نظر بگیریم در اینجا اکس هایی را داریم که های ما شما از یک تا به این تعریف شده و بالاخره مثبت در این قسمت آی از یک تا به این در قسمت سوم البته تقسیم این را که داریم اکس متوسط ما شما چی است مربع هست که به این ترتیب ما شما اینا را داریم پس اسم مربع ما شما مساوی به چی هست آی از یک تا به این را ما شما داریم بعد اکس آی مربع را داریم تقسیم ان که در اینجا ببینین چی تحولات میشه ما و شما بیاریم یا چی تحولات را میشه ما و شما داشته باشیم در اینجا ما و شما قیمت را که داریم x آی مربع هست آی از یک تا به ان را ما و شما داریم که نظر به این فرمولی که قبلا داشتیم اگر در نظر بگیریم قیمت از اینا مساوی می شود چون آی از یک تا به n است و x آی مربع ما شما داریم هر کدام از اینا به اندازه یک x متوسط می شود آی از یک تا به ان x مربع تقسیم این داریم پس هر کدام از اینا به اندازه یک چی میشه یک x متوسط میشه که به این ترتیب میشه شما داشته باشیم و پس این قسمت اول را نوشته میکنم آی از یک تا به این x آی مربع تقسیم این باشه سر جای خود خب پس منفی دو x متوسط را داریم آی از یک تا به این x آی این قیمت شما, شما از قبل هم تقسیم این داشته باشیم قیمتش میشه x متوسط که به همین مبنا شما سوال خود را هم پیش رفتهیم. و در قسمت آخر ما و شما چی را داریم اینجا می میفهمیم که میخوایم ایکس متوسط را دریافت کنیم در حالی که ما ایکس های نداریم ایکس متوسط داریم پس آی از یک تا به این فقط نشان دهنده این است ایکس متوسط و تقسیم این که به این ترتیب ما و شما داریم پس میشه در اینجا ما این را با این خلاص کنیم بعد به این ترتیب اس مربع ما و شما یا وریانس قیمتش مساوی است به آی از یک تا به این آی مربع تقسیم چی است تقسیم n هست ای x مربع را داریم x متوسط مربع را اینجا منفی 2x متوسط مربع میشه از مثبت یکش کم شده منفی x متوسط مربعش میمونه پس ما و شما در حقیقت این فرمول را دریافت کردیم که این فرمول نشان دهنده حالت دوم یا بگوییم فرمول دوم وریانس است پس ما برای دریافت قیمت وریانس دو تا فرمول در حقیقت داریم که فرمول اول ما و شما این فرمول است که از قبل با اصطلاح دریافتیم یا بگیم از قبل به دست آوردیم نظر به چی نظر به تغییرات یا بگیم نظر به تحولاتی که ما شما در قیمت متوسط و به اصطلاح ترتیب خود عدد داشتیم یعنی متوسط را ما شما از خود قیمت یا از خود با اصطلاح دیتایی که داشتیم تفریق کنیم بعد مربات وقتی داشتیم تقسیم این کردیم قیمت وریانس به این ترتیب شما دریافتیم بعد نظر به قیمت این فرمولی که داریم میشه تک فرمول دومی رو هم ما شما داشته باشیم این فرمول دومی رو چگونه ثبوت کردیم آمدیم در ابتدا مو اوسط دیتا را تعریف کردیم که اوسط چه قسم دریافت میشه آیا از یک تا به این های تقسیم اینال تعدادش هر قدر که بتونه باشه بعد یک طرفین وسطاین کنیم آیا از یک تا به های مساوی است به این ضرب در اکس متوسط این ضرب ایکس متوسط را شما در اینجا داریم پس در این صورت خود وریانس تعریفش چگونه بود به این ترتیب بود که ما و شما انحراف را مربعش داشته باشیم بعد به با تقسیم تعداد بکنیم یعنی مجموع مربعات انحرافها تقسیم تعداد برای ما و شما نشان دهنده چی است نشان دهنده وریانس هست که خود وریانس اسم مربع هستند ها اس نیست اگر خود اس را ما و شما بخوایم دریافت کنیم پس در اون صورت مجموع مربعات انحراف ها بعد با اصطلاح تقسیم این جذرش هم باید گرفته شود تا قیمت اس دریافت شود ولی ما و شما وریانس که میگیم اس مربع را وریانس میگیم بسیار خوب در اینجا چی تحول آوردیم نظر به فرمول a منفی بی کل مربع داریم ای مربع منفی دو بی مثبت بی مربع که به این ترتیب ما شما داریم پس ایکس های مربع منفی دو ایکس های ضرب ایکس یا متوسط ایکس بگیم جمع متوسط ایکس مربع یا اوسط ایکس مربع پس به این ترتیب اسم مربع را ما شما داریم قسمت اولی که داریم در اینجا نوشته کردیم قسمت دوم را منفی دو ایکس را دو ایکس متوسط را آی از یک تا به این ایکس های را تقسیم این یا تعدادی که داریم که مجموعی بوده در قسمت دوم نشته کردیم قسمت سوم ما شما بازم مجموعی از یک تا به این را ما شما x متوسط را داشتیم نوشته کردیم در قسمت اول تغییر به وجود نمیاد چون ما شما آی از یک تا به این اکس های مربع را داریم تقسیم این ای به شکل خودش باید باشد تا ما شما زمانی که ارقام را داشته باشیم مجموع مربعات ارقام را دریافت بتانیم و تقسیم تعداد بکنیم یا به نحو دیگر بگوییم که مجموع مربعات ارقام داده شده را به اصطلاح که برای ما شما داده میشه توسط این قسمت رو همیشه می چطور میشه و شما مجموعه مربع ارقام داده شده رو دریافت کنیم بعد تقسیم تعداد میکنیم که برای ما شما نشان دهنده چی است نشان دهنده اوسط مجموعه مربعات است پس اوسط مجموعه مربعات را از این رابطه میشه دریافت کنیم بعد در قسمت دوم ما و شما چی داریم مربی اوسط را داریم یکی اوسط مجموعه مربعات است یک مربی اوسط است چی تفاوت میتونه بین اوسط مجموعه مربعات باشد و بین اوسط مربع با اصطلاح باشد یا مربع اوسط با اصطلاح باشد ما شما فرض کنیم ارقام داریم یک مثلا سه پنج نو دوازده رقمی یک مربع جمع سه مربع جمع پنج مربع جمع نو مربع جمع دوازده مربع اگر تقسیم پنج تا عدد که شده یا بگیم تقسیم از این پنج تا عدد بکنیم اوسط مجموع مربعات دریافت میشه ولی اگر ما شما اول اوسط را دریافت کنیم یک جمع سه جمع پنج جمع نو جمع دوازده بعد تقسیم تعدادش بکنیم در او صورت بر ما شما دریافت میشه وقتی مربع بسازیم میشه مربعی که به این ترتیب ای دو قیمت را داریم پس ما و شما دو تا فرمول برای دریافت وریانس نیاز داشتیم و یا بگیم داریم در حقیقت که از اینا میتونیم استفاده کنیم هر دو فرمول را دریافت کردیم ثبوت کردیم در درس بعدی ما و شما از این فرمول ها استفاده میکنیم و امثال های مربوط به وریانس را حل میکنیم تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما را بزرگ به خداوند بزرگ بنیاز میسپارم موفق باشید